25مین روز دیماه برابر با 15 ژانویه سال 1297 خورشیدی برابر با 1918 میلادی، زادروز جمال عبدالناصر رهبر مصر که یکی از افسران جوانی به شمار می آید که در مصر علیه نظام سلطنتی حاکم بر این کشور به پا خواست. وی طی یک اقدام انقلابی کانال سوئز را که یکی از راه‌های درآمد این کشور بود ملی اعلام کرد که این کار وی خشم کشورهایی چون انگلستان و فرانسه را برانگیخت. به منظور مقابله با اقدام جمال عبدالناصر، کشورهای انگلستان و فرانسه به خاک مصر لشکرکشی کردند و در این میان نیز اسرائیل توانست صحرای سینا را به عنوان بخشی از خاک این کشور به اشغال خود درآورد. ناصر در حوزه اتحاد جهان عرب تلاش‌های وافری انجام داد و سعی کرد به همراه سوریه اتحاد عربی را به وجود آورد. وی از جمله افرادی بود که به هیچ نوع پیمان منطقه‌ای همچون سنتو و سیتو نپیوست. وی از بنیانگذاران جنبش غیر متعهد هاست. جمال عبدالناصر در مدت حکومت خود با شوروی و خروشچف که در آن زمان رهبری این کشور را به عهده داشت، روابط صمیمانه‌ای برقرار کرد و سرانجام در قاهره دار فانی را ودا گفت. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، تصویب طرح چاپ فرهنگ دهخدا در مجلس شورای ملی. پایه لغتنامه دهخدا ظاهراً در دوران جنگ جهانی اول پیریزی گردید. تهیه مفاد این لغتنامه در مدت 40 سال عظیم‌ترین کاری بود که علامه دهخدا آن را به انجام رسانید. با این حال نخستین گام برای چاپ این اثر کم نظیر با پیشنهاد وزیر دارایی وقت برداشته شد. قراردادی بین وزارت معارف و دهخدا به امضا رسید که بر اساس آن قرار بر این شد که این لغتنامه در 9 جلد 700 صفحه‌ای طی 5 سال به چاپ برسد. در ادامه اقدامات عملی برای چاپ و نشر این اثر، طرحی از طرف حدود 25 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی با قید 2 فوریت تقدیم شد که در آن ضمن اشاره به تحمل زحمات فوق‌العاده و بذل عمر گرانمایه علی اکبر دهخدا در تألیف این دارالمعارف فارسی، از هیئت رئیسه مجلس خواسته شده بود اقدام لازم را به عمل آورد تا چاپخانه مجلس شورای ملی به سرعت اقدام به چاپ دارالمعارف دهخدا بکند. در تبصره این ماده واحده آمده بود: وزارت فرهنگ مکلف است افراد لازم در اختیار آقای دهخدا برای جمع‌آوری دارالمعارف ایشان بگذارد. 2 فوریت فوق به تصویب رسید و 10 سال بعد و در اواخر عمر دهخدا کلیه فیش‌ها، لغتنامه‌ها و متعلقات آن به دانشگاه تهران واگذار گردید. لغتنامه دهخدا در چاپ جدید خود دارای 23,911 صفحه و 71,733 ستون در 15 جلد متن و 1 جلد مقدمه، دریایی از اطلاعات در چارچوب ادبیات فارسی را به اهل علم و خرد ارائه می‌دهد.